به بخش اومدین. آخر برنامه خوش آمدین. خب همونجور که قول داده میمونی خانم میترو بابک توی استودیو با ما هستن. خوش اومدین خانم بابک، خوبین؟ آخه من خیلی خوبم ولی دلم خیلی سوخت واسه کسانی که این همه لطف کردن و طولانی نوشتن. دقیقاً جواب سوالی که گذاشته بودیم سوالمونی بود که اگر این احساس میکنی که افسردگی خودت یا عزیزت از افسردگی گرفته رفتارش چجوریه، که اکثرا رفتار رو نوشته بودن و چقدر مهم بود برای من. ببین یادتون باشه من همه رو میخونم، برای من تک تکتون مهمین، ولی وقت نداریم که همه کیسا رو بیاریم صحبت کنیم. عذرخواهی از طرف خودم و از همه میکنیم، واقعا نمیشه که همه کیسا رو بگیم، ولی پیک میکنیم هر چقدر که تونستیم صحبت. خب بحث افسردگی هست. همونجور که بیننده عزیز میدونن ما سوال گذاشته بودیم روی فیسبوک، سوال جواب خیلی زیاد داده بودن. مردم گفته بودن که چه جوری مثلا به افسردگی دچار شدن. یه سری گفته بودن که بر اثر اتفاقی که براشون افتاده مثل تصادف و یا یه ایب و ایرادی که یکی از اعضای بدنشون پیدا کرده دیگه افسرده شدن. آره دقیقاً نوشته بود که یه عضوی از بدن نوشته بود کجا ناقص شد و من افسردگی شدید گرفتم. فکر میکنم شاید همون باشه، شاید یکی دیگه باشه. انقدر به موام میرسیدم ولی الان موامو از ته میزنم. حتما افسردگیه، حتما باید دقت کنیم بهش، که کمک حرفه‌ای رو حتما باید بگیریم. امکان داره که برای یه دوره کوتاهی احتیاج به دارودرمانی عزیز داشته باشه. ببین اتفاقی که واسه افتاده تصادف، شوک تصادف و بعد از دست دادن عضو، نقص عضو، خیلی سخته برای خانم و آقا، خیلی سخته، ولی باید توی همین دوره روانشناسی یاد بگیری که با این نقص عضوت حالا کنار بیای، چون اگر کنار نیایم با نقص عضومون نمیتونیم زندگی شاد و نرمالی داشته باشیم. به همین دلیل حتما کمک حرفه‌ای احتیاج داریم. یه عزیز دیگه نوشته بود که 59 سالمه، دخترام تحصیل کرده هستن، خانمم خیلی 32 سالگی یائسه شد، خودم بیماری کمر و تب مالت و این مشکلات رو پیدا کردم، سال هاست که نیاز جنسیم از دست دادم و این روی زندگی زناشویم خیلی تاثیر گذاشته. این مسئله خیلی جدیه، افسردگی خیلی سریع تاثیر میذاره روی نیازهای جنسی، که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنم. باز تکرار میکنم در مورد افسردگی حتما باید کمک حرفه‌ای بگیریم، چون همون مسئله نیاز جنسی و از دست دادن نیاز جنسی با کمک حرفه‌ای که اعتماد به نفس رو بیشتر میکنه، به اضافه اینه که من یکی از تخصصم سایکوسکشوال تراپیه، کمک میکنم با تکنیک‌های مختلف بیاموزیم که چجوری ما میتونیم این احساس جنسیمون رو دوباره بیدار بکنیم. این یکی از معضلات جدی افسردگیه. یه عزیز دیگه نوشته بود که مامان من الان یه مدت مدیدی که همش داره گریه میکنه، با هیچ کس تماس نمیگیره، از خونه بیرون نمیره، دائما فقط داره گریه میکنه، غذا اصلا نمیخوره، سکوت کامل هم هستش. سوالم ازش میکنیم چطور، اصلا جواب نمیده، حتما گرفتار افسردگی شده. مسئله سوگواری و یا وقتی که من ازدواج نابرابر میکنم، اینا باعث و عوامل سوگواری هستن. بعضی مواقع وقتی من به ایرانی‌ها، وقتی شکست عشقی یا شرقی‌ها، شکست عشقی یکی از بزرگترین عوامل غم و بعد افسردگیه. یه عزیزی نوشته بود که فکر کنم همش 23-24 سالش باشه، نوشته بود که 8 ساله که افسردگی شدید گرفتم، شروعش هم از نوجوانی بود که تو عشق شکست خوردم. خب تو عزیز ممکنه که یه ریشه افسردگی داری از نظر ارثی و ژنتیکی. تو اون سن کم تو سن نوجوانی باش یه شکست عشقی، 8 سال این عزیز افسردگی شدید گرفته. خیلی مهمه که ما از نظر ارثی و ژنتیکی حواسمون به خودمون و به بچه‌هامون باشه. خیلی مهمه که اگر 8 سال از یه عشق نوجوانی گذشته، من باید حتما این مرحله رو، حتی اگر نوجوانم نه، مخصوصا نوجوان باید رد کنه بره، چون دنیای نوجوان عاشق شدن و فارغ شدنه. پس مسئله تو جدی بگیر عزیزم، باید اگر کمک حرفه‌ای نگیری ممکن این مسئله خیلی مزمن بشه برای تو و فردای روزگار با هر دختری هم بخوای ازدواج کنی، چون معمولا زن میدن شوهر میکنن، شوهر میدن دیگه، یا آره دیگه زن میگیرن شوهر میدن، و این باعث میشه که این ادامه پیدا میکنه و اون همسر تو هیچ گناهی نکرده که تو افسرده رو باید تحمل کنه. یه عزیزی نوشته بود که شوهر من 3 سال ازدواج کردم، خانومم شدیداً افسردگی شدید داره، بیرون اصلا با من نمیاد،
اصلا با اجتماع کاری نداره. اگرم من میرم بیرون انقدر برای من تکست میفرسته که کجایی تو، بتلت برای من تنگ نشده، تو برای من، من برای تو مهم نیستم، که یعنی به قول معروف زهر مارم میکنه تا من برگردم. وقتی هم که برمیگردم شدیدنم وسواس فکری داره. مثلا اگه میرم نون میخرم، صبح که میرم نون میخرم، اون تیکه‌ای که من نون دستم بوده اون تیکه رو میکنه، میگه دستو نشسته بودی به نون زدی. زندگیم سیاهه ولی خب دلم براش میسوزه، دوستش دارم. تمنای من از تمام خانواده ها اینه که اگر پسرتون و یا دخترتون افسردگی داره، شوهرش ندین، زنش ندین. این بزرگترین خیانت به عزیز خودتون و عزیز دیگری که وارد اون خانواده میشه. از این طریق راهی پیدا کنم برای درمان آدم. ببین، نه ازدواج درمانه و نه بچه دار شدن درمانه. بدتر میشه که بهتر نمیشه. نسل بعدی رو هم از بین میبریم. وقتی که میبینم بچه‌م افسرده است، من باید کمک کنم افسردگی بچه‌مو بهتر کنم یا علاج پیدا بکنه، بعد تصمیم برای ازدواجش بگیرم. ولی وقتی میبینم بچه‌م افسرده است، بعد اون دفعه صحبت کردیم، خانواده فکر میکنن اگه یه دختری آرومه یه پسر آرومه، میگن به به چقدر باوقاره، چقدر سنگینه. آره آفرین، چقدر سنگینه. در حالی که ممکنه افسرده است. افسرده بلد نیست بخنده. خانم بابک خانومی هم گفته بودن که خارج از ایران بودن که همش گریه میکنن، شب که میخوابن هم اصلا خواب گریه میبینن، صبح که پا میشن گریه میکنن. دقیقاً افسردگی مزمنه. افسردگی خیلی خطرناکتر از استرابه. به همین دلیله که خشم و استراب تبدیل به افسردگی میشه، یعنی مرحله بعدی استرابه که مرحله به مرحله ما اومدیم جلو. استراب تو خودکشی نمیکنی، ولی افسردگی خطر خودکشی رو خیلی بالا داره. یه عزیزی نوشته بود من میام 20 چند سالمه، از 13 سالگی هم فکر خودکشی داشتم، یه بارم عمل تو نوجوانی این کارو کردم ولی زنده موندم. خطر خودکشی افسردگی خیلی بالاست. تو یه افسرده، اگر احساس میکنی که افسردگی داری، فکر نکن ولش کنم خوب میشه، یا اینکه اون، من میفهمم خیلی سخته. یک انسان افسرده توانایی بلند شدن از رخت خوابو نداره، انقدر ناامیده از زندگیش، انقدر ناامیده از هر چیزی که داره. ببین، یه مادر یا پدر افسرده اصلا بچه‌ش هم دیگه دوست نداره. ما افسردگی مزمن رو میگیم، ما دیگه بچه‌ش هم دوست نداره. فیلینگ و احساسش رو کم کم دیگه از دست میده. احساس ناتوانی، ناامیدیشو خیلی بیشتر داره میکنه. یه سری خانم‌ها بعد از حاملگی، بعد از اینکه بچه‌شون دنیا میان، افسردگی میگیرن. حتما اون افسردگی، اصلا بچه‌شون اصلا دوست ندارن ببینن. آره، اون افسردگی بعد از زایمانه که چندین سال پیش من تو بی بی سی یه برنامه درست کردم در مورد افسردگی بعد از زایمان، که من دو تا کیس از مراجعین خودم رو گذاشتم تو اون برنامه، حتما برید نگاه کنین. دو تا کیس متضاد هم دیگه بودن. خیلی مهمه که ما شاید هفته آینده در مورد افسردگی بعد از زایمان صحبت کنیم، ولی اینو بذار بیشتر نگاه کنیم به این قضیه که نمیتونم پاشم. پس اگر احساس میکنی افسردگی، اگر این احساسایی که هفته پیش در موردش صحبت کردیم و احساس گناه خیلی زیاد، ببین وقتی مادر افسرده میشه، پدر افسرده میشه، قبل از اینی که به اون نامی و بی‌حسی برسه احساس گناه شدید میکنه. احساس گناه شدید بیشتر افسردش میکنه، چون توانایی نداره. و بعد وقتی بچه هاشو نگاه میکنه، دلش واسه بچه هاش میسوزه، خب بیشتر احساس گناه میکنه که مادر خوب یا پدر خوب نیستم، و این افسردگیشو شدتشو بیشتر میکنه. احساس مسئولیت، قبل از اینه که به اون حس بیحسی احساس شدید خودکشی برسم، من باید زودتر تصمیم بگیرم کاری برای خودم بکنم. باید خودم رو پرت کنم از این رخت خواب بیرون، باید خودم تلاش بکنم. حالا یه سری نوشته بودن که ما با اینا چیکار کنیم، ما با اعضای خانواده که افسرده هستن چیکار کنیم. اولا صدای افسرده رو باید بشنویم. حالتهایی که در مورد صحبت کردیم، اینا علائم افسردگیه. پس اگر عزیزی تو خانوادت هست که دچار افسردگی داشته و این حالت رو داری میبینی، حتما نصیحتش نکن، چون خیلی عصبانی میشه اگه نصیحتش کنی. حتما تحقیرش نکن، چون دوباره خیلی بیشتر افسرده میشه. صدای دردش رو بشنو. وقتی میخواد، یه عزیزی نوشته بود که 9 ماه ازدواج کردم، پدر مادرم توی شهر دیگه هستن، شوهرم ساعت 9 شب میاد، نم چند وقت ازدواج کردم، و هر وقتم که شوهرم میاد خسته است، هر وقتم من میخوام حرف بزنم میگه چقدرم تو غمگین هستی، اصلا صدای من نمیشنوه، فقط دوست داره از عشق و عاشقی حرف بزنی، ولی اصلا از درد دل من نمیخواد بشنوه. به همین خاطر دارم افسرده تر و افسرده تر میشم. اینا زنگ خطره.
ببین خیلی سخته ما صدای تکراری افسرده رو بشنویم. برای خانواده خیلی سخته در کنار افسرده زندگی کردن. برای زن و شوهر خیلی سخته. برای بچه ها خیلی سخته. وقتی که ببین بچه های دنیا، همه دنیا پدر مادر شاد میخوان. حقشونه. ولی من افسرده، خب افسردگی گرفتم. و عوامل مختلف باعث میشه که افسردگی میگیرم. ازدواج های اجباری منو به افسردگی میکشونه. نداشتن اون حس خوب جنسی با یارم شدیداً ممکنه من افسرده بکنه. آقایون وقتی توانایی جنسیشون رو یه مقدار ضعیف میشه شدیداً افسردگی شدید میگیرن که حتما باید در این مورد بیشتر صحبت کنیم. این عوامل باعث میشه که من حالا دیگه صدامو هیچ کس نمیشنوه. هی تو خودم بیشتر میریزم و دچار افسردگی میشم. کاری که باید با افسرده کرد اینه که صداش رو شنید. میدونم ممکنه که تکراریه واسه. میدونم که وای بازم بعد از مثلا یکی نوشته بود مامان من همش از غم و از گذشته غمگین صحبت میکنه. گریه میکنه صحبت میکنه. گریه میکنه خستمون کرده. خسته کننده است. بسیار خسته کننده است. ولی باید کمکشون کنیم. اتفاقا امروز تو برنامه اخبار بی بی سی ورلد من داشتم نگاه میکردم. لایف داشتن در مورد بیماری های روانی صحبت میکردن. یکیش افسردگی بود. که تعدادی از مردم داشتن در مورد افسردگی خودشون صحبت میکردن و اینکه سیستم چقدر بیشتر باید حمایت کنه و بیشتر خرج کنه برای این قضیه. خیلی مهمه که سیستمی که ما تو اون کشور زندگی میکنیم اهمیت بده به افسردگی. بسیار کار بزرگیه برای اینکه سوسایتی و یا جامعه رو ما داریم حمایت میکنیم و دقیقاً و اما خانواده باید تلاش بیشتری بکنن. ایران هم خب گرونه من میفهمم. فوراً هم به دارو درمانی. یکی نوشته بود من دارو درمانی رو خوردم 6 ماه بهتر شدم ولی غمم نرفته. به خاطر اینکه تو روان درمانی و روانکاوی و روانشناسی احتیاج داری. باید همراه باشه. بعضیا سریع از دارو درمانی میان بیرون، بعضیا باید بمونن. بعضی به دارو درمانی احتیاج ندارن. احتیاج نیست که حتما برن زیر دارو درمانی. من باید حرف دلم و حرف ناگفتم و بگم. من اگر فقط به من دارو بدن منو لخت میکنن و بعد ول میکنن. بعضی نوشته بودن دارو رو ول کردم دیگه نخوردم. اینا مسائل خیلی جدی خطرناکه. دارو رو وقتی شروع میکنیم ببین داروها 10 سال اخیر اعتیاد نداره. نترسین. حرف خاله زنک ها رو گوش نکنین. دارو وقتی متخصص بهت میگه دارو درمانی احتیاج داری برو این قرص انقدر رو انقدر باش نجنگ. برای اینکه اون کمیکال مغز و هورمونه که به هم ریخته دست من و تو هم نیست عزیزم. اما در کنارش کمک بگیر. در کنارش کتاب بخون. در کنارش این ویدیوها رو نگاه کن در مورد افسردگی. تلاش خودمونم خیلی مهمه. خودمونم باید خیلی تلاش کنیم. یه عزیزی نوشته بود من 2 سالم بود که مامانم پدرم فوت کرد. 18 سال مادر من افسردگی شدید داره. خانواده‌اش دائما مسخرهش کردن. هیچکس کمک نکرده. من با مادری که 18 سال افسردگی داره دارم زندگی میکنم. نمیدونین چقدر سخته. هم برای این پسر و هم برای اون مادر خیلی سخته. اما این 18 سال ای خانواده دخترتون افسرده است، همسرش رو به اون جوونی از دست داده. یکی از بزرگترین عوامل افسردگی از دست دادن از طریق مرگ و یا عشق. این دوتا خیلی عامل بزرگی هست. عاملی که در ایران خیلی رواج داره مسئله پوچیه. برای اینکه نظام طبقاتی خیلی زیاد شده، یه عده خیلی پول دارن، یه عده خیلی فقیر شدن و این حس ناامیدی که بعد از درسمون هم کار پیدا نمی‌کنیم، اینا این حس پوچی رو به جوونا خیلی زیاد داده و بعد چون آزادی کافی هم ندارن، این یکی از عوامل بدیه که در داخل کشور ما میتونیم ببینیم افسردگی رو. ولی افسردگی جهانیه، همه دنیا ممکنه دچار. ما خیلی از مشهورین افسردگی شدید گرفتن. جونه خانم بابک ببخشی به این سوال، اونجا که داشتین در مورد شنیدن حرفای یک فرد افسرده صحبت میکردین، خیلی ها نوشته بودن برای ما که حالا بعضی ها گریه میکنن نشونه افسردگی، بعضی ها پرخاشگر میشن، بعضی ها دلهوره زیاد دارن، اینا هم نشونه افسردگی؟ دقیقا هفته پیش گفتم بعضی از افسردگی ها افسردگی خشم، از طریق خشم خودشون نشون میده. پرخاشگری شدید میکنه، حساسه، از بغلش رد بشی کبود میشه، داد میکشه، یه چیزی بهش میگی به تیرژ قباش بر میخوره، فکر میکنه تو گوشه زدی، فکر میکنه منظور داشتی. اینا تمام عوامل افسردگی. یکی گریه میکنه، یکی پرخاشگری شدید میکنه. دلهوره چی دل؟ دلهوره از اون استرابه میاد. استراب و بعد افسردگی. یعنی وقتی خیلی دلهوره دارم بعد مراقب باشم کاری برای این استراب و دلهوره و دلشورم بکنم چون به افسردگی تبدیل میشه.
مهاجرت یکی از بزرگترین عوامل افسردگیه که اینا اینجا بهش میگن هومسیک شده. برای 6 ماهی معمولا طول میکشه تا 1 سال، ولی برای بعضیا که نوشته بودن، یه خانمی نوشته بود از اسکاتلند، نوشته بود 49 سالمه و سالها خیلی زود یائسه شدم و سالهای ساله که من افسردگی شدید گرفتم. شهر دوباره بعضی نوشته بودن آیا مهاجرت توی شهر دیگه کمک میکنه؟ ما افسردگی فصلی هم داریم. بعضی از کشورها که آفتاب نداره افسردگیشون تعدادش خیلی بیشتره تا افتاش کشورها که آخ اینجا تو لندن ما همیشه خود افسردگی با مکاله. یه موردی که هست از افسردگی مختلف گفتین، افسردگی اینطوری هم هست بعضی از آدم افسرده دوری میکنه چون فکر میکنن که اگر باهاش معاشرت کنن یا به حرفاش گوش بدن خودشون هم ممکنه افسرده کنه. این چقدر واقعیت داره؟ 3 دقیقه بیشتر وقت نداره. خیلی افسرد انسان افسرده آدم افسرده میکنه، یه واقعیته. ببین من دل شروع داشته باشم همش استراب داشته باشم ناخودآگاه تو مضطرب میشی. وقتی من همش کاسه غم تو دستمه، همش اخمام تو همه، همش اینجوری یه گوشه نگاه میکنم اشک میریزم، حال روز بچه و اون شوهر و اون زن خیلی خرابه. دوستا واگی یعنی تاثیر گذاره، تاثیر میذاره تو روحیه آدم، روحیه آدمو خراب میکنه. این به این دلیله که وقتی من میخوام برم خونه، اگر پدر مادرم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، کسی از اعضای خانوادم افسرده است، من دلم نمیخواد تو اون خونه برم. یکی نوشته بود پسر من نمیدونم افسرده است یا نه، برای تو خونه که میاد میره تو اتاقش، 23 سالشه میره تو اتاقش، با پدرش هم کار میکنه، الان اصلا با هم کنار نمیان سر کار، بیرون خیلی شاده اما خونه که میاد فقط توی اتاقشه. این افسردگی نیست، این دوری از شماست. شما نه 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 آره، این خوشبختانه افسردگی نیست، این توی اون خانه اون هارمونی نزدیک و گرم و کارون گرم خانواده نیستش. ولی یکی دیگه نوشته بود پسرم 27 سالشه، اصلا 20 روز خودشو نمیشوره، اصلا نظافت به نظافتش رعایت نمیکنه، نظافتش رو رعایت نمیکنه، دارو نمیخوره. امروز در موردش تو رادیو LBC داشتن صحبت میکردن، یه مادری پسر 29 سالش رو با خودکشی از دست داد. یک سال پیش مادر از این پسر خسته شد و بعد دیگه نتونست، برای اینکه هر چیز تلاش کرد این پسر کار نکرد، چون تو این کشور شما نمیتونین به زور دارو بدین به فرد مگر اینکه مشکل بیماری جدی روانی داشته باشن که تزریق میکنن بهشون و اینا باید بستری باشن. و بعد حالا مادر یه آرتیکال نوشته، یه مقاله نوشته که ما باید به افسردگی که خطر خودکشی داره به زور ما باید دارو حتی اگر شده تزریق بهشون بکنیم باید بدیم، برای اینکه من تمام تلاشمو کردم تا یک سال پیش، بعد گیواب کردم و ول کردم، حالا پسرم خودکشی کرد. ای کاش که سیستم تغییر کنه و ما بتونیم به زور داروی افسردگی رو به بچه‌هامون بدیم، که حالا دارن در موردش صحبت میکنن. البته اینا خطرناکه. زمانی که من حس خودکشی بهم دست میده، زمانی که در مورد خودکشی دارم صحبت میکنم، حتما اینو باید جدی بگیرم و جدی بگیرن. همه خودکشی نمیکنن، نترسیم، ولی خطر خودکشی خیلی زیاده تو انسانهای افسرده و تو انسانهای منیک دیپرشن. خیلی نوشته بودن در مورد منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی زیاد صحبت کنیم، در مورد خیلی چیزا نوشته بودن صحبت کنیم که حالا حتما صحبت میکنیم. یه دقیقه بیشتر و جدی بگیریم دارومون رو. اگر شروع کردیم، ببین دارو وقتی شروع میکنیم ممکنه که برای مدتی بین 3 تا 8 هفته طول میکشه تا دارو جا بیفته، ممکنه یه ذره حالتو بدتر کنه، نگران نشو، با دکتر رو صحبت کن، دارو تو عوض میکنه. ممکنه بر روی کسانی سریع تاثیر میذاره، روی کسانی دیرتر تاثیر میذاره. دارو رو یه دفعه استاپ متوقف نکن، نکن، این کار بسیار خطرناکه. دارو رو ادامه بده، در کنارش صحبت بکن در مورد اون خشمایی که پنهانه، حرفای ناگفته، دردای ناگفته تو صحبت کن با یه فرد متخصص خوب، حتما کمک میشه به تو. و حالا بریم سراغ هفته آیندهمون که سوال هفته آینده. آیا فکر میکنین، بزن اول بریم در مورد مهاجرت، آیا فکر میکنین که شماهایی که مهاجرت کردین از شهری به شهر دیگه یا از منطقه به منطقه دیگه و یا از کشور خارج شدین، آیا گرفتار افسردگی شدین، آیا خانواده و اعضای خانواده گرفتار افسردگی شدن، در مورد مهاجرت و افسردگی مهاجرتون برام بنویسید. خیلی ممنون. مرسی خانم. خیلی ممنون. دوستان عزیز فراموش نکنین که در فیسبوک من و تو